می توانید در قسمت ریت چکر جیل تانک پیدا کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به جیل بیز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. درود خدمت یکایک بینندگان و سروران گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز سه‌شنبه در خدمت شما بزرگواران از تلویزیون پارس، برنامه امروز بازشناسی باورها رو اختصاص خواهیم داد به یکی از مهمترین مسائل مربوط به یک اعتقاد یا باور و آن مؤلفه‌های باورسازه. خب ما نسبت به بسیاری از باورهای خودمون کنش و واکنش داریم، در پدیده‌های مختلف باورهای مختلفی هم داریم، در زمینه‌ها و ساحات مختلف، از اخلاق گرفته، از روابط اجتماعی گرفته، از سیاست گرفته. همه امور خودمون رو بنابر یک باور و نگرش انجام میدیم. این نگرش‌های ما هستند که موافقت یا مخالفت ما رو نسبت به یک پدیده در پی دارن. اینکه من نسبت به امر سیاسی چگونه رفتار می‌کنم، با اینکه یک آلمانی نسبت به اون چگونه رفتار میکنه، یا یک نفر در افریقا یا شرق آسیا چگونه به اون پدیده نگاه میکنه، بستگی به این داره که او چه باوری داره، او جامعه رو چگونه میبینه، انسان رو چگونه میبینه. و این در اندیشه فیلسوفان هم وجود داشته، یعنی اندیشمندانی که سعی میکردن اول تعریفی از انسان به دست بدن که این انسان چگونه موجودی است، باورهای خودش رو چگونه میگیره، آیا عقلانیه؟ آیا مؤلفه های او از جنس دیگری هستن؟ این انسان فقط به منفعت خودش فکر میکنه؟ آیا اونقدر دارای شایستگی هست که ما بتوانیم یک جامعه رو به دست او بدیم؟ آیا او میتونه خودش در راهی که در اون قرار داره مسیر رو پیدا بکنه؟ یا نیاز به وجود افرادی مثل انبیا هست، رسولان هست، یا افراد دیگری که بلد راه هستن هست، از عرفا گرفته تا دیگر موارد؟ همین ها برمیگرده به این که مؤلفه های باورساز ما کدام ها هستن. گاهی آنقدر این مسائل برای ما تاریکه که متوجه نیستیم. خیلی از باورهای ما ناشی از مؤلفه هایی هستن که اگر ریشه اون رو بشناسیم برای ما کمی مضحک خواهد. امروز این مؤلفه ها رو خواهیم شناخت و اگر فرصت باشد به مسئله دموکراسی خواهیم پرداخت و اینکه در درون دموکراسی ما از کدوم مؤلفه ها استفاده خواهیم کرد برای دفاع از دموکراسی. و اگر در این برنامه فرصتش نشه، در آینده سعی خواهیم کرد به مسئله دموکراسی بپردازیم. و برای این مؤلفه باورساز ترس انسان های ابتدایی، انسان‌های اولیه، بسیاری از باورهای خودشون رو از ترس می‌گرفتن. اندیشمندانی مثل هیوم یا افراد دیگری که به عنوان انسان‌شناسان آمدن و جوامع اولیه رو بررسی کردند، به مسئله ترس اشاره زیادی داشتند. ترس از مردگان، ترس از بلایای طبیعی، ترس از بسیاری از مؤلفه هایی که پیرامون اونها بوده، از شخصیت ها و اشخاص گرفته تا اقوام مختلف. ریشه بسیاری از
اندیشه های دینی از ترس. انسانی که فعالیت های مغز رو نمی شناخت، شب خوابی می دید که پدر خودش رو دیده، می اندیشید که خب پدر او که بر زیر خاکه، چگونه من می تونم او رو در خواب خودم ببینم؟ بنابراین احتمالا او یک وجود دیگری هم دارد و آن روحه که به نزد من آمده و با من صحبت میکنه، من رو نصیحت میکنه، در حالی که همه اینها فعالیت های مغزی است. ولی انسان اولیه اونها رو نمیشناخت، بنابراین میاندیشید که یک روحی وجود داره. انسانی که برای نوشیدن آب به چشمه میرفت یا در درون یک رودی نگاه میکرد، تصویر خودش رو در اون میدید و میاندیشید که این تصویر از کجاست؟ چرا یک نفر عین من در آب قرار داره؟ مسئله انعکاس نور و مسائلی از این دست بعدها برای انسان کشف شد، دست یافتنی شد، مورد بررسی قرار گرفت. ولی انسان اولیه نسبت به بسیاری از این امور آشنایی نداشت. اینکه بسیاری از مردگان رو از راه‌هایی می‌بردند که بسیار صعب بود، به این خاطر بود که بعد از دفن بر نگرده به خانه. اینکه سنگ قبری بر روی جنازه ها میگذاشتن برای این است که مرده نتواند اون سنگ قبر رو برداره. پدیده های طبیعی، زلزله ها، آتش فشان ها، طوفان ها موجب میشد انسانی که ناتوان بود برای این پدیده ها خدا یا یک نیروی ماورایی متصور بشه، چون در برابر او ترس داشت. وقتی طوفانی می آمد، خب انسان قادر به دفاع از خودش نبود. می اندیشید که یک موجود دیگری هست که این طوفان رو هدایت میکنه، اون رو ایجاد کرد و در برابر او من باید تسلیم باشم، چون او قدرتش خیلی بیشتر از منه. بنابراین شروع کرد به دعا کردن، به تضرع کردن که خدایا این بلا رو از سر ما رفت. این ناشی از ترس. بسیاری از ریشه های ایجاد ادعیه ها، دعاها، مناسک ناشی از ترس. انسانی که احساس میکنه با یک موجود متعالی تر از خودش روبروست، توانایی این رو نداره که با او هماوردی بکنه. مثل عالم انسانی، شما اگر انسانی وجود داشته باشه که هماورد شماست، با او چون و چرا میکنید، زد و خورد میکنید. ما وقتی با یک موجود بسیار قوی تر از خودتون مواجه میشید چه میکنید؟ طبیعیه که خواهش میکنید، التماس میکنید، از او میخواهید دست از شرارت برداره یا به نوعی با شما مهربان باشه. این پدیده در میان انسان ها هم بوده. نسبت به عوامل طبیعی، آن ناشناخته های ما سبب شد که ما برای هر پدیده خدا بدانیم. یک رب النوع بسازی، خدای جنگ، خدای باران، خدای طوفان. و نیاپرستی و اجداد پرستی هم از همان ترسه. اینکه مردگان ما رو در خواب آزار ندن، اینکه بعد از مرگمون با چه پدیده های مواجه خواهیم شد. این ترس در انسان های اولیه سبب شد که باورهایی رو ایجاد بکنه که ما ریشه های اون رو در ادیان میبینیم، به وضوح میبینیم. در امر سیاسی هم این ترس، باور به وجود یک حاکم، یک پادشاه، یک ولی فقیه، یک خلیفه رو هم سبب شده. ترس از این که ما قدرت هماوردی با او رو نداریم، پس بنابراین او در جای حق نشسته. الحق لمن غلب، حق با کسیست که زور داره. و خب زور وقتی دارید، یعنی من میترسم از شما. ترس واکنش یک انسان نسبت به یک پدیده بیرونی است که احساس میکنه موجودیت او رو به خطر میندازه. ما به این میگیم ترس. انسانی که در برابر حاکم میترسه، باور میکنه که حاکم او این حق حکومت رو نسبت به او داره، تن میده به بخشی از اوامر، به فرامین و بسیاری امور دیگر. پس یکی از مهمترین مؤلفه های باورساز ما، چه در جنبه دیانت و در جنبه سیاست،
ترسه. دومین مؤلفه ای که باور ما رو ساخته امید و آرزوست. امید به این که انسان میتواند یک زندگی دیگری داشته باشه. چون از مرگ میترسه، باور نمیکنه که با مرگ همه چیز تمام میشه. اما انسان خیال میکنه، تخیل میکنه و مفاهیمی رو هم از قبل این تخیل برای خودش میسازه. بهشت یکی از اون موارد هست که انسان فکر میکنه عمر جاودان داره. همیشه هم به دنبال عمر جاودان بوده، به دنبال آب حیات بوده. در اسطوره های گذشته این حس مشترک انسان هاست که من دوست ندارم با 60-70 سال زندگی همه چیزم تمام بشه، اینکه دوست دارم زندگی بکنم. حتی اینکه خیلی ها دوست داشتن فرزند پسر داشته باشن که نام او زنده باشه، برای همینه. یعنی ریشه‌اش برمیگرده به اون مسئله اساسی که انسان اگر خودش میره دوست داره کسانی رو باقی بگذاره و فکر میکنه از قبل زندگی اونها او هم داره ادامه حیات میده. همین دلیله که ما در درون این فرهنگ همیشه سعی کردیم آرزو و امید داشته باشیم. کار به جایی رسیده که مغالطه آرزو اندیشی رو هم میشه رصد کرد. یعنی جایی که انسان فکر میکنه همون چیزی که میل و آرزوش هست پس واقعا هم هست. ما در بحث با خدا باوران و دینداران، اونهایی که به سرای دیگری معتقد هستن، همیشه با این موزل مواجهیم که پرسش اونها اینه که خب یعنی چی ما زندگی میکنیم 70 سال 60 سال بعد از مرگمون همه چیز تمامه؟ و از قبل این ترس و امید برای خودشون یک جهان دیگری ساختن که حالا ما سعی خواهیم کرد در اون جهان زندگی ابدی داشته باشیم، یک زندگی بدون محدودیت زمانی. در اونجا نه پیر میشیم نه جوان میشیم، همین زندگی رو داریم با همه چیز. از قبل این امیدها در درون برخی ادیان و فرق ضعیف یا سرکوب شده اجتماعی پروژه مهدویت و منجی سازی بیرون آمد. اینکه اگر ما امروز ملت مظلومی هستیم ایرادی نداره، در آینده یکی از بزرگان از قوم ما یا از مذهب ما یا از فرقه ما میاد و ما رو نجات میده. بیشترین منجیان در درون یهودیت بودن به دلیل اینکه قوم یهود همیشه در فشار و تنگنا به سر بود، دائم مجبور به مسافرت و مهاجرت از اینجا به جای دیگری برای جلوگیری از سرکوب‌ها بود. در درون تشیع هم همین مؤلفه برجسته است. البته مهدویت در اسلام هم هست، اما به شکل ویژه اون با مصادیق و حضور عینی و اعتباری در درون شیعه هست. بسیاری محمد حنفیه رو که فرقه کیسانیه از اوست، به نوعی اعتبار خودش رو از او میگیره، اولین مهدی شیعه دانستن. بعد از اون هم خب محمد نفس زکیه و دیگران همه مهدیانی بودن در درون جامعه تشیع که شیعیان میاندیشیدن با آمدن او ما نجات پیدا خواهیم کرد از این خلافت اموی و عباسی. پروژه مهدویت یک آرزو اندیشی است. البته برای ساخت امام 12 شیعه افرادی مثل عثمان ابن سعید و دیگران سعی کردن سوء استفاده های مالی رو هم در کنار اون داشته باشن، که ما در آینده اگر به این بحث رسیدیم حتما در موردش صحبت خواهیم کرد که امام 12 شیعه ریشه های اون از کجاست، چگونه ساخته شده و چگونه است که بیش از 1200 سال مردمی منتظر کسی هستند که روزی در سردابه سامرا رفته و هنوز هم نیامده و نشانی هم خب البته از او در دست نیست. اینها در درون همون مؤلفه آرزو اندیشی قابل دستبندی است. باورهایی که ریشه اون برمیگرده به ضعف ما و اینکه شما میخواهید به جامعه امید بدید که اگر اوضاع بدین منواله همیشه این گونه نخواهد بود، روزی خواهد رسید که
ما هم این توان رو داریم که در درون یک جامعه سعادتمند باشیم. بنابراین یک شخصی از دوردست ها می آید و برای ما کاری انجام می ده. مردم ضعیف همیشه دنبال شخص هست، همیشه دنبال منجی هستن. ما مردمی که به قدرت خودشون باور دارن می دونن با این امید و آرزوها چه خسرانی بر اونها وارد شده. دست رو بر زانوی خودشون گذاشتن، بلند شدن. امروز هم در بسیاری از مؤلفه های سیاسی ما دچار همین مشکلیم. یعنی فکر میکنیم اون آقا، اون خانوم، اون فرقه، اون گروه، اون حزب میتونه برای ما کاری انجام بده. پس ما کنار بنشینیم، به دیگری ولایت بدیم، وکالت بدیم، خواهش و التماس بکنیم تا کاری انجام بشه، در حالی که نه، نمیشود. انسان امروز دست روی پای خودش میگذاره، بلند میشه، به زانوان خودش و بازوان خودش تکیه میکنه. بسیاری از باورهای ما از همین آرزوهاست که ادیان یا ایدئولوژی ها اینها رو به ما دادن. مؤلفه دیگر باورساز عشق. عشق چیزیست که شما برای اون نیاز به دلیل ندارید. عشق به تاریخ. ما ایرانیان که تاریخ بسیار بسیار قطوری داریم، در کنار آن محاسن معایبی هم از قبل این بزرگی و قطور و فربه بودن تاریخ به ما میرسه. و آن این که این تاریخ به قدری دست و پای ما رو میبنده که توان رهایی از اون رو ندادیم. عشق به شخصیت ها، عشق به سلسله ها، عشق به افراد مختلف. در پذیرش اونها ما نیاز به دلیل ندادیم. ما عاشق، ما دوست داریم. در امر شخصی هم داستان همین. یعنی کسانی که شخصی رو دوست دارن، هزار ایراد اگر بگیرید به چشمشون نمیاد. آن چیزی که جای دلیل می نشینه عشقه. و این نزد مردمی که شعرای بزرگی داشتن، سنت اونها پایه های عرفانی داشته و انواع و اقسام اینا خیلی برجسته است، خیلی دشواره. و همین ها باعث شده کار فرهنگی ما سخت بشه. ما باید بپذیریم بخشی از این مؤلفه ها دست و پا گیرن. عشق همیشه خوب نیست، به خصوص وقتی آن عشق میخواهد کسی رو، گروهی رو، نهله فکری رو حاکم بر سرنوشت ما بکنه. مؤلفه دیگر نفرت در تقابل با عشق. انسان‌هایی که عاشقند از شمع بالای احساسی برخوردارن، عواطف نزد اونا قویه. همان اندازه که عاشق پیشه ایم، نفرت پیشه هم هستیم. نفرت به هر آنچه که غیر ماست، نفرت نسبت به هر گروه، هر اندیشه، هر نهله فکری که ما با اون مخالفیم. شما این نفرت رو در ایدئولوژی ها میبینید. اینکه روحیه تساهل نداریم، روحیه تسامح نداریم، به دلیل همون برجستگی عشق و نفرت. البته مذاهب هم سبب شدن، سنت ها هم سبب شدن. شدای علی الکفار رحما بینهم سبب ساز عشق و نفرته. امروز نسبت به ادیان همین گونه ایم. شما از شیعیان سوال بپرسید که چرا با بهایی ها بدید، دلیل نداره، فقط چون احساس میکنه اونها شیعه نیستن، از قبیله اونها، از ملت اونها، از امت اونها نیستن، با اونها بد. اجنبی، کار اجنبی به وطنی ها هم کشیده. چرا؟ چون با نهله فکری ما یکسان نیستید. ایجاد این نفرت رو ما گاهی به عنوان یک ایدئولوژی، یک دین پذیرفتیم و باورمون هست که کار خوبی هم میکنیم. وقتی دلیلش رو بپرسید هیچ دلیلی وجود نداره.
این همه یهود ستیزی در درون اسلام ناشی از چیست؟ کدام دلایل وجود دارن که شما یهودیان رو یک کاسه بکنید؟ حالا فرض بر این بگیرید که یکی دو یهودی هم در زمان پیامبر اسلام آدم های بدی بودن، اما آیا این تأمین که همه یهودی ها این گونه هستند و باید نسبت به اونها بغض و کینه داشت دلیل موجهی داره؟ باور ما رو موجه بکنه؟ ما نسبت به اشخاص هم همین گونه هستیم، چه در امر دیانت چه در امر سیاست. این کینه‌ای که یک گروه نسبت به آقای مصدق داره از چیست؟ گروه دیگری نسبت به آن شخص دیگر داره از چیست؟ فضای سیاسی ما فضای عشق و نفرت. حالا از هر کدوم از اینا دلیل بخواید بگید خب بله، هر آدمی کار خوبی هم کرده کار بدی هم کرده، ما عشق و نفرت شما از کجاست؟ عشق و نفرت مؤلفه های مبتنی بر دلیل نیستن، حسی هن. در ما نهادینه شده از کودکی، با این باورها با این ارزشها رشد کردیم بزرگ شدیم. مؤلفه دیگر تلقینه، انسانهایی که از کودکی با یک فرهنگی بار آمدن، یعنی از درون خانواده، خانواده به اونها گفتن این کار درست، این کار منطقی. این تلقین به خصوص در ادیان سبب ساز مؤلفه های مؤثر و مهمی است مثل مناسک، شعائر. شما میبینید جامعه همه در حال سینه زنی و زنجیر زنی است. دلیل چیست؟ هیچ دلیلی نیست. ما جامعه به شخص تلقین میشه که این کار کار خوبی است. حضور در این مناسک، در این شعائر دینی جنبه تلقینی داره که افراد باور میکنن که بله این مناسک درسته. جدای از این که در کنار اون خب کثرت افراد و سنت بودن، قدمت، تاریخ، همینو تأثیر گذاره در اون تلقین. یعنی به من تلقین میکنن که آقا این سنت ما بوده، هزار سال همینجوری بودیم. یا به فلانی نگاه بکن، او که آدم تحصیل کرده یه هم هست همین کار رو میکنه. جنبه سیاسی اون امروز تبلیغات، رسانه هایی که سعی میکنن آنچه که خودشون میخوان برای جهدهی به افکار عمومی رو از طریق تبلیغات به مخاطب خودشون القا بکنن. در گذشته رسانه ها نبودن، تلویزیون نبود، رادیو نبود. این کار تلقینی در درون جامعه انجام میگیره، از خانواده شروع میشد، در درون مدارس، در میان گروه دوستان. ما امروز رسانه ها بهترین صورت الغای باورهای نادرست هست. در امر سیاسی کارهای تبلیغاتی انجام میشه که بتونه نسبت به یک شخصی چهره پردازی بکنه، نسبت به یک باوری وجاهت تولید، نسبت به یک فرایندی دلایل موجهه اقامه بکنه از منظر خودش، اما با تبلیغات. بسیاری از داروها، بسیاری از مواد، بسیاری از اشیا رو در قالب تبلیغات بدون اینکه دلیلی اقامه کنن که چرا مثلا این کرم خوب است، چرا آن شامپو خوب است، دلیل نمیخوان. اونقدر تبلیغ میکنیم، از خودمون تعریف میکنیم تا مردم بگوین خوب پس حتما یک چیزی هست. در صنعت تبلیغات از چهرهای شاخص هم استفاده میکنن. طرف نه شیمیدانه، نه فیزیکدانه، نه اندیشمنده در حوزه های علوم اجتماعی و مدنی و تجربی. ما تبلیغ کالا میکنه به دلیل پولیست که به اون میدن. وقتی او در جلوی صحنه حاضر میشه و یک کالایی رو تبلیغ میکنه، مخاطب
در یک بمباران تلقینی قرار میگیره. خب اگر چیز بدی بود که خب این آقا تبلیغ نمیکرد. حتی گاهی هم از اون جنس استفاده میکنه، ضررش هم میبینه، میگه نکنه ایراد از منه. گاهی آنقدر این فشار تبلیغات زیاده که شخص حتی ایراد از خودش میبینه، میگه اون باور درسته، ماها بد اجراش کردیم یا ماها نفهمیدیم. و این وقتی در نظام آموزشی یا در نظام های اجتماعی از طریق جامعه پذیر کردن افراد تلقین به نوعی وارد میشه در ذهن و ضمیر کودکان یا افراد، بسیار دشوار میشه او رو بیرون آورد. مورد بعدی منفعت فردی است، یعنی جایی که منافع من اقتضا میکنه فعلا این باور رو حمایت بکنه، این باور رو قبول داشته باشه. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، به همین مسئله اشاره داره که اگر من حرف خودم رو بزنم، دیدگاه خودم رو داشته باشم، ممکن از جامعه ترد بشم، من رو کنار بذارم. منفعت فردی من اینه که اگر امروز برای کسب و کار خودم بله قربان بگم، خب انجام میدم و باور میکنم که اون شخص بالاتر از منه، حقم رو نهی به من رو داره. منافع فردی من اقتضا میکنه که در برابر خیلی از پدیده‌ها سکوت بکنم، باور داشته باشم که وضعیت من این. در درون اصنافی مثل روحانیت شاید بسیاری از این روحانیون به اون چیزهایی هم که میگن باور ندارن، ولی منفعتشون اقتضا میکنه که حرفی نزنن چون طرد میشن. در نظامهای استبدادی منفعت فردی بسیار اهمیت داره. منفعت فردی افراد سبب میشه که شما در برابر اون مستبد یا دستگاه‌های او تظاهر بکنید که به چیزهای باور دارید. در نماز جمعه حاضر بشید، در زیارت عاشورا حاضر بشید، در رژه گروهی حاضر بشید. در بحث تلقین یکی از مهمترین نکاتی که امروز ما داریم همینه که سعی میشه لباسها متحد و شکل، شعارها واحد، سرودها به نحو خاص حماسی به مردم داده بشه که بتونه با احساسات اونها بازی بکنه. در منفعت فردی هم داستان همینه. هم رنگ جماعت میشیم، اعتراض نمی کنیم، سکوت میکنیم که همه چیز رو به روال باشه. در خانه آن کار دیگر میکنیم البته، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، داستان همان منفعت فردی است که گروه های سعی میکنن نکاتی رو که میتونه براشون منافع رو از بین ببره بازگو نکن. دیگری منافع جمعی است. ما یک حزبی داریم، گروهی داریم، اگر دیدیم اشتباهه نباید نقد بکنیم، نباید اشتباه بکنیم. دشمن شاد کن نباید باشی، این دشمن شاد کن نباش حاصل همان داستان هاست که نقد به خودمون به خاطر منافع جمعی انجام ندیم. که اکثریت اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه، در راستای اون منافع جمعی است. اما مهمترین و البته کمترین مؤلفه‌ای که باید از اون استفاده بکنیم برای باورها ولی نمی کنیم دلیل. در کنار این چند مؤلفه‌ای که من ذکر کردم، دلیل مهمترین اونهاست، اما از اون کم استفاده می کنیم. خیلی از اندک باورهای ما هستند که مبتنی بر دلیلن. امروز سوال بکنید از خیلی ها که اگر باور داری به این مسئله دلیلت چیست؟ نمیتونه دلیل بگه. منفعت فردی گاهی تبدیل میشه به دلیل تراشی، اما اون دلیل نیست. مغالطه دلیل تراشی مغالطه ایست که در اون شخص برای منافع فردی خودش یک دلیلی اقامه میکنه که
میخواد دیگران رو مجاب کنه که عملی که انجام دادم مبتنی بر دلیل، اما دلیل نیست. به عنوان مثال شما در حال عبور هستید در خیابان، میبینید ساعتی بر روی زمین افتاد، بعد اون رو برمیدارید برای خودتون. یکی سوال میپرسه که خب برای چی ساعت رو برداشتی؟ میگید آقا اگه من برنمیداشتم یکی دیگه برمیداشت. رو میبینید پولی بر روی زمین افتاد، برمیدارید میذارید تو جیبتون، میگید به چه دلیل این رو برداشتی؟ میگه خب باران میامد، این پول خیس میشد، میافتاد در جوی آب و از بین میرفت، والا من برداشتم، چه اشکالی داره؟ بسیاری از این دلیل نماها برای ما شدن دلیل، در حالی که دلیلی نیست. از نظر منطقی دلیل یعنی چیزی که از وجود اون چیز دیگری پدیدار بشه. فرض کنید میگیم چرا خیابان‌های شهرمون خیسه؟ این طرف دلیل میاره، میگه باران آمد. یا دلیلی اقامه میکنه که نه، ماشین‌های آتش نشانی یا ماشین‌هایی که برای تمیز کردن خیابان‌ها آمدن آب پاشی. هر کدام اینها نیازمند اسناد، مدارک و شواهد. چرا هوا روشنه؟ به خاطر اینکه خورشید آمد. در مقام حقوقی دلیل آن چیزی است که برای اثبات یک ادعا یا دفاع به کار میره، یعنی افراد سعی میکنن دلیل اقامه کنن که چرا من نسبت به این مسئله دعوی حقانیت دارم، یا دیگری هم سعی میکنه برای دفاع اون دلیل رو ذکر کنه. بنابراین بسیار مهمه که ما چقدر باورهای خودمون رو با دلیل کسب کردیم، نه با نفرت، نه با ترس، نه با عشق، نه با منفعت فردی، نه با منفعت جمعی، نه با امید و آرزو. این مطالبی که من عرض کردم میتونه حالا کمک بکنه به ما که ببینیم چقدر از باورهای ما مبتنی بر دلیله، چقدر میراث مؤلفه های دیگر هست که با خودمون حمل میکنیم. هیچ جامعه ای نیست که همه باورهای خودش رو منطبق با دلیل اخذ کرده باشه، به هیچ عنوان. اما آنجا مهمه که ما نسبت به برخی پدیده هایی که سرنوشت ما رو تغییر میدن، به خصوص سرنوشت اجتماعی ما، مطالبه دلیل کنیم. در امر سیاسی، در امر اجتماعی، در قواعد و قوانین حقوقی، آنجایی که به جان ما مربوطه، اونجایی که به مال ما مربوطه، به عرض و آبروی ما مربوطه، به اعتبار ما مربوطه، ما نمیتونیم با عشق و نفرت امور رو اجرایی بکنیم. ما نمیتونیم با آرزو اندیشی سیاست گذاری بکنیم. ما نمیتونیم بنابر منافع فردی مصالح ملیمون رو تنظیم بکنیم، با منافع گروهی جامعهمون رو اداره بکنیم. شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، مهمترین بخشش منافع جمعی است، جمعی روحانی منافع خودش رو در نظر برای اونها مردم اهمیت نداره. ذیل روحانیت گروه های نظامی هست مثل سپاه پاسدار، اونها منافع سنفی خودشون فکر میکنن، به منافع جمعی خودشون نگاه میکنن. امروز ما به عنوان نیروهای انقلابی و مخالف جمهوری اسلامی چه اندازه با دلیل حرکت میکنیم، چه اندازه آرزو اندیشیم که فلانی میاد درست میکنه، ایالات متحده میاد این رو برمیداره، اون یکی میاد این رو حل میکنه. بنابراین بسیار پر اهمیتن که ما در جنبه های مختلف زندگی خودمون، آن همان بخشهایی که اهمیت داره برای با جان ما مربوط، با مال ما ارتباط داره، با عرض و آبرو و سیاستگذاری های مدنی و اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و آموزشی ما مربوطه، به کدوم یک از این مؤلفه ها و با چه میزان دقت باورده. این رو عرض کردم که بگویم ما برای تمام مؤلفه های کلانمون نیازمند دلیلی، دلایلی که بتونه وجود و حضور او رو تبیین بکنه،
توجیه بکنه، موجهش بکنه. یکی از اونها دموکراسی است. شما میشنوید در این فضا همه صحبت از دموکراسی میکنن، دموکراسی خوب است، دموکراسی بد است، اما وقتی سوال بپرسید که خب دلیل چیست، خیلی دلیلی نداره. از آن طرف خیلی موافق دموکراسی هستند و یه اقلیتی هم هستن که مخالف دموکراسی هستند، یا دموکراسی رو میخوان که خودشون دوست دارن. ما چه دلیلی میتونیم اقامه کنیم برای این باور سیاسی؟ وقتی خودمون صحبت از دلیل میکنیم باید به همان اندازه هم متکای ما دلیل باشه، جایی که تکیه میکنیم دلیل باشه. و بر این دلیلی که اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی برای موجه بودن دموکراسی آوردن بحث معرفت، یعنی در یک جامعه معرفت نزد یک شخص نیست. انسان ها بنابر دریافتی های خودشون از محیط زندگی میکنن و خود انسان اساسا یک پدیده محدوده. از زمان کانت به این طرف ما میدانیم انسان یک موجودی است که پدیده های طبیعی رو بنابر اون ساختار ذهنی خودش درک میکنه، نه اونگونه که واقعا در طبیعت هستن. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر شما سرما خورده باشی، طعم غذاها برای شما بیمزه، فاقد آن طعمی است که در روزهای سلامت استفاده میکنه. بوها رو نمیشنه، به مشام شما نمیرسه. دلیلش چیست؟ آیا اون غذا طعمش فرق کرده؟ یا بوی اون شی چیز دیگری شده؟ یا اینکه نه، این بستگی به اون بینی شما داره یا اون حالات شما داره. کانت به ما نشان داد که پدیده ها این گونه، یعنی اگر ساختار بدنی ما فاقد سرماخوردگی باشه، ما طعم غذاها رو جور دیگری میبینیم، بوها رو استشمام میکنیم به خوبی. ما اگر سرما خورده باشیم اینجوری نیست. چشمان ما هم همینه، چشمان ما هم با حیوانات فرق میکنه. تشخیص خیلی از رنگ ها برای چشمان ما مقدور نیست. شنیدن بسیاری از صداها از یک فرکانس بالاتر یا پایینتر برای گوش های ما مقدور نیست. اینها وارد ذهن ما میشن، وارد مغز ما میشن، آنالیز میشن و بعد یک درکی از جهان بیرون رو به ما میده. ما اینها رو در بعد معرفت شناسی بررسی میکنیم که انسان چند اندازه توانایی شناخت پدیده ها رو داره و چه اندازه خطا میکنه. چشمان ما دور رو نگاه میکنه، به واسطه اشعه آفتاب یک سرابی میبینه، فکر میکنه آبه. خب این خطا ناشی از چیست؟ تا اینکه انسان بره جلو ببینه که نه، این آب نیست، سرابه. به خاطر اینکه چشمان ما یک محدودیت هایی داره، ذهنیت ما یک محدودیت هایی داره، با توجه به حواسی که درک میکنیم یک دانش و یک معرفت میسازه. همون انسان نسبت به بقیه جنبه ها معرفت نداره. یک حقوقدان ممکنه نسبت به اقتصاد هیچی ندونه، یک فیزیکدان نسبت به مسائل اخلاقی چیزی ندونه، مکاتب اخلاقی رو نشناسه، یک شیمیدان هم به همین نه، ممکن علم سیاست رو ندونه و بالعکس. یک جنگجو یا جنگاور از علوم کشاورزی ممکنه مطلع نباشه. حالا فرض کنید او شده حاکم، میخواد در امر کشاورزی نظر بده. خب چگونه میتونه احساس بکنه که خاک کشورش مرغوب چه کالاهایی و چه محصولاتیه؟ چگونه میخواد نظر بده که آیا آب برای تولید یک کالایی مؤثر هست، از اون آبهای خاص استفاده بشه یا نه بهتره کاربری رو تغییر بدیم، از محصولاتی استفاده کنیم که با کمترین میزان آب بتونه رشد بکنه؟ چون به هر حال ما در یک کشوری هستیم که بی‌آبی در اون وجود داره. از گذشته تا به امروز قنات هایی که از شاهکارهای اجدادی ما بودن. به چه دلیل؟ به دلیلی که در سرزمینی زندگی میکنیم که با کمبود آب روبروست. حالا فرض کنید کسی اینها رو ندانه، یعنی از محیط زیست خبر نداره، از محیط طبیعی خبر نداره، از کشاورزی مطلع نیست، مثل همین آخوند خودم.
او حاکم بشه و بخواد سیاست گذاری بکنه در امر کشاورزی. آیا او معرفتش رو داره، دانشش رو داره، معلوماتش رو داره؟ بنابراین آن چیزی که برای اداره جامعه نیاز هست نزد یک نفر نیست، نزد همه افراد اون جامعه است، هر کس به اندازه ای. در درون دموکراسی ها هست که شما از جمیع معارف بهره مندی، از جمیع دانش ها بهره مندی، و اون صندوق انتخابات، صندوق رأی. این به این معنا نیست که دموکراسی بدون اشکاله، نه، هیچ کس نگفته دموکراسی بدون اشکاله. این هم نیست که دموکراسی در دسترس ماست، نه، ما هر چقدر تلاش بکنیم میتونیم به اون دموکراسی آرمانی نزدیک بشیم. دموکراسی یک نحوه و روش زیستنه، زیستن در امر سیاسی، که ما از این طرح استفاده میکنیم برای اینکه دچار کمترین مشکلات بشیم. نشان دادیم اگر یک شخص حاکم بر زندگی مردم باشه، اون شخص به خاطر محدودیت در معرفت نمیتونه درست تصمیم بگیره. اما اگر همه مردم مشارکت بکنن در امور مختلف، این کار در درون یک دموکراسی میتونه حد بهتری از شناخت مصالح و منافع ملی رو سبب بشه. به همین دلیل است که امروزه وقتی صحبت از منافع ملی میشود، حاصل تفکر یک انسان نیست، بلکه حاصل تفکر انسان هاست که در قالب احزاب، جامعه مدنی، رسانه ها، اندیشکده ها خودش رو نشان میده. اونجا مشخص میشه که مردم نسبت به منافع ملی خودشون چه چیزی میخوان. در جمهوری اسلامی منافع ملی دستخوش تمایلات رهبر هست. اگر ایشون بگه رابطه با ایالات متحده، از فردا با آمریکا خوب میشه. اگر این آقا بگه نه خیر، اگر همه مردم 80 میلیون هم بخوان ما با آمریکا خوب بشویم، من نمیخوام. طبیعی است دیگه، بحث از منافع ملی نیست، بحث منافع شخصی است. در جوامع استبدادی همیشه منافع یک فرد یا یک گروه خاصی که حالا اولیگارش های نزدیک به او هستن مد نظر بود، و اونها هم همیشه به منافع خودشون فکر کرد. این مردم هم نتوانستن در برابر اون موضع گیری بود. دومین دلیلی که برای دموکراسی می آوریم حقوق بشر، بشری که خود رو برابر می دونه. وقتی من با دیگران برابرم، طبیعی است حق مشارکت در سرنوشت خودم رو هم دارم. تفاوت سید علی خامنه ای با من در چیست؟ که او حق داره برای همه مردم تصمیم بگیره، اما من حق ندارم برای خودم تصمیم بگیرم. نقض حق برابری از کجا آمده؟ این برابری در درون دموکراسی ها محقق میشه، یا از حضور در انتخابات به عنوان یک رای دهنده، یا در حضور در احزاب، یا رسیدن به مقامات بالای کشوری از طریق انتخابات ریاست جمهوری، کاندید شدن. بچه یک کشاورز چطور میتونه بشه رئیس جمهور در نظام استبدادی که محاله، مگر با زور شمشیر؟ در نظام هایی که طبقات خاصی حاکم جامعه هستن، یک بچه کشاورز چطور میتونه برسه به مقامات بالا؟ نشدنیست. مگر از طریق ازدواج با افراد دربار یا نوعی رفتارهای خاص، و ازن برخی از اشخاص توانستن قدرت بگیرن، امیر کبیرها یا افراد دیگر، آن هم بسته به شرایط خاص. ما برای این که بتونیم این برابری رو که جزء پایه‌ای ترین مسائل حقوق بشری است در امر سیاسی و اجتماعی رعایت بکنیم، اون رو در دموکراسی میتونیم ببینیم. مگر اینکه کسی معتقد باشه من به حقوق بشر باور ندارم، من به برابری باور ندارم، چون خیلی ها بودن. در درون اسلام شما به برابری باور ندارید، زن با مرد برابر نیست. مخالفت علمای اسلامی
با انتخابات از همین جاست، از حسن سید حسن مدرس بگیرید تا روح الله خمینی و دیگران. اینها بعدن به جبر پذیرفتن که زنان در انتخابات شرکت بکنن، چون خوب طبیعیه حضور زنان در انتخابات میتونه برای اونا مشروعیت ایجاد بکنه که 80% مردم ما رو میخوان. شما میبینید زنان هیچگاه نمیتونن در ایران رئیس جمهور بشن، به مدارج بالا برسن، قاضی بشن یا انواع و اقسام مشاغلی که شریعت اون رو منع کرده یا براش محدودیت گذاشته. در درون اسلام یک مسلمان با یک کافر، یک بهایی، یک یهودی برابر نیست. به همین دلیلی که شما در درون جمهوری اسلامی و قوانین اساسیش آن کسی که رئیس جمهور میشه حتما باید شیعه باشه. در گذشته هم همین بود، مذهب تعیین کننده بود. در درون اون جامعه شما نمیتونید از اندیشه های یک یهودی استفاده کنید، از اندیشه های یک مسیحی استفاده کنید به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس یک حزب، گروه، دسته، هر چیزی. با محدودیت ها مواجه میشی یا در سطح کلان اون با ممنوعیت ها، و این ناقض برابری است. وقتی چون این تفاضلی وارد مسائل حقوقی بشه، شما میبینید که دیگه نشانی از برابری نمیمونه. دیگر مؤلفه حقوق بشری آزادی بیانه. آزادی بیان یعنی که من بتوانم نظر خودم رو نسبت به امور اجتماعی در درون جامعه ارائه بکنم. مگر دموکراسی حکومت مردم بر مردم و برای مردم نیست؟ مگر جمهوریت بر این نیست که انسانها در امر مربوط به عموم مردم یا جمهور تصمیم بگیرن؟ بخشش نیازمند آزادی بیانه و آزادی بیان رو در انتخابات من نشان میدم. یعنی اراده خودم رو، میل خودم رو بر روی کاغذی میآورم که من از برنامه های اقتصادی این آقا خوشم آمد یا از این حزب حمایت میکنم. شما آزادی بیان رو نسبت به امر سیاسی در نظام های استبدادی نمیبینید، چون حزبی وجود نداره که کسی بخواد بره به او رأی بده. شخص نمیتونه بر علیه سیاست های دولت اعتراض بکنه، جدا از اینکه خب سرکوبش میکنن، اما کلیت بر اون بستر هست که ما نسبت به خیلی از امور نظر نباید بدیم. آزادی بیان و انتخاب در انتخابات هست، جایی که سعی میکنیم نیروهای مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. پس دومین دلیلی که میتونه دموکراسی رو حمایت بکنه بحث حقوق بشره، مگر اینکه کسی معتقد باشه که نه خیر، من اصلا به حقوق بشر باور ندارم، قبولش ندارم. سومین دیدگاه منفعت، یعنی انسان‌ها نسبت به آن چیزی که دوست دارن و منفعتشون هست آگاهی داره. من میدونم مشکل من اقتصادی است، دیگری میدونه مشکل او تعلیم و تربیتی، یکی دیگه میدونه مشکلش در بعد مثلا سیاست بین الملل مراوده است با کشورهای دیگر. یکی هر کداممان نسبت به منافع خودمون، نسبت به علایق خودمون، نسبت به سلایق خودمون آگاهی داریم، تنها جایی که میتونیم اون رو از طریق همون آزادی بیان نشان بدیم انتخاباته. یعنی ببینیم کدوم حزب برنامه اقتصادیش بهتره، کدوم حزب برنامه هاش در حوزه آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت بهتره، در حوزه سیاست بین الملل یا محیط زیست بهتره. اگر دموکراسی نباشه، یک شخصی منافع خاص خودش رو داره، وارد جنگ افروزی میشه، به سیاست داخلی عنایت نداره، به اقتصاد مردم توجه نداره. دولت‌های ایدئولوژیک همین گونه. دولت‌های ایدئولوژیک دولت‌های خدمتگزار نیستن، اونها در راستای ایدئولوژی کار میکنن.
اگر ایدئولوژی برای اونها تعیین تکلیف بکنه همون گونه رفتار میکنن. همین دلیله که ما در جمهوری اسلامی مجلس نداریم، چون نیات مردم، منافع مردم در اونجا مطرح نمیشه. نمایندگان، نمایندگان واقعی مردم نیستن. کسانی هستن که به سیاست‌های حکومت مهر تایید میذارن. هر کاری که از رده‌های بالای نظام بیاد اونها میپذیرن. از شورای عالی امنیت ملی گرفته، مجمع تشخیص مصلحت گرفته، بیت رهبری گرفته، هر چی اونها بگن میگن چشم. براش قانون تصویب میکنن. برای تمایل یک گروهی مجلسیان قانون تصویب میکنن. در حالی که در کشورهای دموکراتیک قضیه برعکسه. این تمایل مردم هست که تبدیل میشه به قانون. تبدیل میشه به یک آیین‌نامه که در درون جامعه اجرایی بشه. وقتی بپذیری منافع هر کسی رو خودش تشخیص میده، برایند اون تبدیل میشه به منفعت عمومی جامعه. وقتی 60% مردم دغدغه اونها اقتصاده، شخصی رو برمیگزینن که برنامه اقتصادی بهتری داشته و او هم سعی میکنه اون برنامه اقتصادی رو اجرایی بکنه. اما اگر دموکراسی نباشه، ممکنه 70% مردم مشکل معیشتی دارن اما حکومت به دنبال حجابه. 70% مردم در مایحتاج زندگی موندن، حکومت به گروه های شبه نظامی خودش کمک بکنه، به حزب الله کمک بکنه، به حماس کمک بکنه، به جای دیگه. این به دلیل نبود دموکراسی است. حکومت در یک دنیای دیگری زندگی میکنه و مردم ما در یک دنیای دیگری. در دموکراسی که گزینشی رخ میده، مردم میتونه منافع خودشون رو اولویت بندی بکنن که مشکل اول من اقتصاده و بعد بتونن اون رو سامان بده. چند مورد دیگر هم در مورد مسئله دموکراسی وجود داره، دلایلی که او رو حمایت میکنه، که با توجه به اتمام برنامه امروز من اینها رو در جلسه و برنامه آینده طرح خواهم کرد. آنچه که اهمیت داره این که ما بدانیم برای مؤلفه های سیاسی، مؤلفه های اخلاقی و مؤلفه های حقوقی تا چه اندازه میتونیم دلیل اقامه کنیم و ازش دفاع کنیم. ممنون و سپاسگزارم از جناب شهرتی و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در روز پنجشنبه خواهد بود، بدرود و سلامت باشید.